خودتون رو با این نکاتی که میخوام بگم، دستمال کاغذی، مقدار زیادی ژل روان کننده و کاندوم مجهز بکنین، چون که از این به بعد قراره که از رابطه از پشت هم به اندازه رابطه واژینا لذت ببرین. زمانی که موضوع رابطه جنسی مقعدی به میون میاد، اغلب درباره آمادگی های این رابطه مثل رژیم غذایی، دوش مقعدی یا مثلا بهداشت و اینجور چیزا صحبت میکنیم، اما به ندرت در مورد پوزیشن هایی که کمترین درد و بیشترین لذت رو دارن صحبت میشه. دوستان من، انجام رابطه جنسی مقعدی هیچ اشکالی نداره، اما اینکه آیا این رابطه برای شما مناسب هست یا نه، این یه چیزیه که فقط و فقط خود شما میتونین در موردش تصمیم بگیریم. حالا اصلا اینکه رابطه مقعدی چی هست؟ دوستان من، تعریف علمی و پزشکی رابطه مقعدی اینه که به عنوان یکی از انواع رابطه جنسی شناخته میشه که به تعاملات جنسی اشاره داره که دخول در مقعد انجام میگیره، یا به عبارت دیگه سکس مقعدی زمانیه که در حین رابطه جنسی یه جسمی به مقعد وارد میشه که میتونه شامل لمس کردن یا انگشت کردن یا وارد کردن انگشتان یا اسباب بازی های جنسی یا آلت تناسلی در مقعد باشه. حالا بهترین پوزیشن ها برای رابطه مقعدی کدوم هستن؟ شماره 1، دختر گاوچرون. توی این حالت مرد دراز میکشه به پشت و زن روی اون میشینه. به عنوان شریک در بالا میتونید با حرکت به سمت بالا و پایین در صورت لزوم نفوذ مقعدی رو خودتون کنترل بکنید. این موقعیت به زن امکان میده تا سرعت و عمقی که آلت تناسلی در داخل مقعدش میره رو خودش کنترل بکنه. یادتون باشه با سرعت مناسبی پیش برید و آروم باشین، عجله نکنین و مطمئن بشین که مرد تا زمانی که خوب آماده نشده شروع به فشار دادن نکنین، چون که احتمال شکستگی آلت تناسلی هستش. پوزیشن بعدی پوزیشن داری استایل. بچه ها، اسم این پوزیشن از خودش خیلی معروف تره، همه هم میشناسنش. این پوزیشن اغلب برای سیرت مقعدی مزایای زیادی داره. به عنوان شریک در پایین شما میتونین شل بمونین و نفوذ رو برای خودتون آسون بکنین. توی این حالت زن در حالت زانو زدن قرار میگیره و باسنش رو روی پاشنه‌هاش قرار میذاره و زانوهاش کاملا از هم باز هستن. میتونین دستاتون رو روی تخت بذارین، کف دست یا آرنجتون، اینجوری استراحتگاه هم دارین. پوزیشن بعدی پوزیشن رو در رو هستش. اگر به دنبال صمیمیت بیشتر در حین رابطه هستیم، این پوزیشن شدیداً توصیه میشه. با نشستن روی پای مرد شروع بکنین. به عنوان شریک در بالا میتونین عمق نفوذ رو کنترل بکنین. وضعیت استفاده از تماس چشمی و تنفسی برای ایجاد برانگیختگی و صمیمیت خیلی راحت تر میشه. پوزیشن پا گذاشتن روی شونه مرد، یا اصطلاحاً زحمتاتون رو بندازین روی دوشش. اگه قراره رابطه مقعدی داشته باشین، این پوزیشن خیلی بهتون کمک میکنه. توی این وضعیت پاهاتون رو روی شونه های مرد قرار میدین یا با مقدار مناسبی ژل روان کننده اجازه بدین که مرد به آرومی عمل دخول رو انجام بده. این حرکت مقعدی ممکنه که برای همه کارساز نباشه، چون که بدن خیلی از آدما انعطاف پذیر نیست. مثلا ممکنه که اضافه وزن یا شکم بزرگی داشته باشن. توصیه میشه که کف پاهای خودتون رو روی شونه مرد قرار بدین تا اینکه اونا بتونن بر اساس ترجیح خودشون شدت و میزان دخول رو تعیین بکنن. پوزیشن بعدی که خیلی 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 توصیه میشه پوزیشن قاشقی هستش. میگم چرا توصیه میشه. دوستان من، این پوزیشن توی رابطه مقعدی یکی از موقعیت‌هایی که به زوج‌ها این امکانو میده که یه تجربه صمیمانه و کنترل شده داشته باشن. توی این پوزیشن هر دو شریک به پهلو میخوابن، طوری که زن پشتش به مرد هست، به موازات همدیگه، هر دو رو به یک سمت هستن. توی این حالت زن در جلو قرار میگیره و پاهای خودش رو خم میکنه داخل شکمش، در حالی که مرد از پشت بهش نزدیک میشه. این وضعیت به مرد اجازه میده تا با آرامش و کنترل بیشتری وارد عمل بشه و فرصت برای تعامل عاطفی و بدنی نزدیکتری بین زوجین فراهم میشه.
این پوزیشن برای کسایی که دنبال تجربه آروم و عاشقانه هستن خیلی ایداله. میدونین چرا؟ چون که همزمان از کل اعضای بدنتون میتونین استفاده بکنین. آقا یه دستشو میذاره زیر گردن خانم، به سینه هاش دسترسی داره، یه دست دیگه‌شو از دور کمر میاره، کلیتوریس رو تحریک میکنه. و اما پوزیشن آخر، پوزیشن خوابیدن روی شکم. برای انجام رابطه مقعدی از زن بخواید که روی شکم بخوابه. این وضعیت به ویژه برای کسایی مناسبه که میخوان برای اولین بار این نوع رابطه رو تجربه بکنن. با دراز کشیدن روی یه بالشی که زیر شکم قرار داده شده، خیلی آروم عمل دخول رو انجام بدین و حواستون باشه که زن موجود ظریفیه. اگر که داره این درد رو تحمل میکنه، صرف نظر از لذتی که خودش داره میبره، بیشتر لذتی هست که به شما مردها داره میده. زمانی که موضوع رابطه جنسی مقعدی به میون میاد، اغلب درباره آمادگی های این رابطه مثل رژیم غذایی، دوش مقعدی یا مثلا بهداشت و اینجور چیزا صحبت میکنیم، اما به ندرت در مورد پوزیشن هایی که کمترین درد و بیشترین لذت رو دارن صحبت میشه. دوستان من، انجام رابطه جنسی مقعدی هیچ اشکالی نداره، اما اینکه آیا این رابطه برای شما مناسب هست یا نه، این یه چیزیه که فقط و فقط خود شما میتونین در موردش تصمیم بگیرید. حالا اصلا اینکه رابطه مقعدی چی هست؟ دوستان من، تعریف علمی و پزشکی رابطه مقعدی اینه که به عنوان یکی از انواع رابطه جنسی شناخته میشه که به تعاملات جنسی اشاره داره که دخول در مقعد انجام میگیره، یا به عبارت دیگه سکس مقعدی زمانیه که در حین رابطه جنسی یه جسمی به مقعد وارد میشه که میتونه شامل لمس کردن یا انگشت کردن یا وارد کردن انگشتان یا اسباب بازی های جنسی یا آلت تناسلی در مقعد باشه. حالا بهترین پوزیشن ها برای رابطه مقعدی کدوم هستن؟ شماره 1، دختر گاوچرون. توی این حالت مرد دراز میکشه به پشت و زن روی اون میشینه. به عنوان شریک در بالا میتونید با حرکت به سمت بالا و پایین در صورت لزوم نفوذ مقعدی رو خودتون کنترل بکنید. این موقعیت به زن امکان میده تا سرعت و عمقی که آلت تناسلی در داخل مقعدش میره رو خودش کنترل بکنه. یادتون باشه با سرعت مناسبی پیش برید و آروم باشین، عجله نکنین و مطمئن بشین که مرد تا زمانی که خوب آماده نشده شروع به فشار دادن نکنین، چون که احتمال شکستگی آلت تناسلی هستش. خودتون رو با این نکاتی که میخوام بگم، دستمال کاغذی، مقدار زیادی ژل روان کننده و کاندوم مجهز بکنین، چون که از این به بعد قراره که از رابطه از پشت هم به اندازه رابطه واژینا لذت ببرین. دوستان من، امیدوارم که از ویدئوی من لذت برده باشین و از تک تک این پوزیشن ها استفاده بکنین. پس در این صورت لطفاً اول ویدئوی منو لایک کنین، بعدم کانال منو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو بزنین تا از درسای بعدی جا نمونین.